سلام و صد سلام امیدوارم که شاد و خوش و خورم باشین پریسا با جلانم و توی این قسمت میخوایم بریم لنز 35 میلیمتر سامیانگ با f 1 کنیم رو تستش بکنیم هم توی روز هم توی شب اگر تازه با این کانال آشنا شدید ما توی کانال سفر میکنیم از آسمانهای تاریک عکاسی میکنیم و این سفرها رو هم براتون مستند میکنیم همین که یه مقدار با هم دیگه کنار هم یاد میگیریم که چطور مستند بسازیم از سفرمون و از های مهمتر چطور از آسمان شب در حقیقت تصویر برداری بکنیم این لنز رو من به خاطر اف خیلی بازی که داره مناسب میبینم برای عکاسی از آسمان شب میریم امشب با همدیگه زیر آسمان شب تستش میکنیم تایم لپس و عکس میگیریم ولی قبل از اینکه هوا تاریک بشه بریم توی طبیعت میخوایم که توی این فضا توی روز هم تستش بکنیم مثل فیلم و عکس باش بگیریم و کیفیتش رو بررسی بکنیم وزنش تقریبا 700 گرمه و قیمتش چیزی هلوش 500 دلاره قیمت ریالیش رو نمیگم چون با, توجه به دلار خیلی تغییر میکنه شما هر تاریخی که این فیلم رو میدیدین برید سرچ بکنید یه سرچ بکنید اسمش رو مثلا به فارسی بزنید قیمت یا خرید یه سری سایت های فارسی زبان پیدا میشن که این سایت این لنز رو برای خرید و فروش دارن و قیمت ریالیش رو هم توی هر تاریخی که داشتین این فیلم رو میدیدین اینجوری به دست بیارید الان که ما داریم اینو ضبط میکنیم بله ما یه سرچی کردیم تو سایت های فارسی هم 12 میلیون هم 13 میلیون دیدیم ما الان تو شهر اقدا هستیم توی استان یزد یه نم بارونی هم داره میزنه توی اقامتگاهیم که واقعا فوقلاده زیباست تو این فضا الان با همدیگه بریم یه قدمی بزنیم عکس بگیریم و تست روزش رو بگیریم تا شب که هوا تاریک بشیم این لنز منوال دستیه یعنی چی؟ یعنی اینکه دیافراگمش از روی بدنه تغییر میکنه و عدد دیافراگم روی دوربین صفره چون من از داخل دوربین نمیتونم دیافراگم رو تغییر بدم این رنگ فکوسشه و این هم رنگ تغییر دیافراگمشه این شاخصشه از یکنیم تا بیست و دو بارون هم داریم میبینید خب بریم توی افای مختلف عکس بگیریم، خطاهاشو بررسی کنیم، کیفیتشو بررسی کنیم، فیلم بگیریم تا هوا تاریک بشه و البته صاف هم بشه و بریم بیرون. بریم بشینیم پای کامپیوتر و عکس هایی که تو روز و تو شب با لنز سامیانگ 35 میلیمتر توی سفر با هم دیگه گرفتیم ببینیم و بررسیش بکنیم بی در مورد سایزش اول با هم صحبت بکنیم نگاه بکنید به نسبت لنز خود من یعنی 16 35 تایپ 3 کنان لنز کوچیکتر و سبکتریه و خب برای کسی مثل من که با کوله سفر میکنه و باید برای رفتن به یک لوکیشن ساعت ها پیاده روی و گاهی وقت کوهپیمایی بکنه سایز و وزن هم خیلی خیلی مهمه برای همین همیشه این رو بررسی میکنیم و بهش دقت میکنیم بعد بیاییم بریم توی افای مختلف از آسمان شب از شکاسی کردیم توی روزم از شکاسی کردیم خطاهاش رو ببینیم و بررسیش بکنیم من اول سه تا عکس باز میکنم که از این لنز توی افای مختلف گرفتم از یک کادر از آسمون توی افای مختلف با این لنز عکاسی کردم با لنز 35 سامیانگ اینجا اف کنیم بود اینجا دو بود اینجا دو هشت بود تقریبا میگم تقریبا به خاطر اینکه سامیانگ دیافراگمش با چرخوندن یک رینگی تغییر میکنه و یک تغییر پیوسته داره مثل, مثل بقیه لنزا نیستش که شما عددش رو از روی دقیقا دوربین تغییر میدی توی اولی سی ثانیه نوردهی ایزو 1600 ببینید فاصله کانونی و دیافراگم رو ننوشته دستاتی که توی لنزای دیگه مینویسه یعنی چی؟ من عکس دیگر رو باز میکنم این لنز رو با سیگما 35 میلی آرت گرفتم ببینید اینجا هم فاصله کانونی هم دیافراگم نوشته در صورتی که توی این سه تا عکس ننوشته بود چون که توی لنزهای آنالوگ مثل لنز سامیان که شما هم افتون هم فوکستون دستی تغییر میکنه و آتو فوکوس ندارین در حقیقت کانکشن الکتریکی الکترونیکی بین لنز و بادی برقرار نمیشه و بادی لنز رو نمیشناسه اگر من برم توی قسمت پروفایل توی قسمت اپتیک توی قسمت پروفایل و ریموو کروماتیک و یوز پروفایل کورکشن رو بزنم شما میبینید که تشخیص نداد لنز رو زده نه چرا به خاطر اینکه به خاطر همون که گفتم ارتباطی بین لنز و دوربین برقرار نیست من بعد برم خودم دستی بهش بگم که این لنز من سامیانگه و مدل سامیانگ هم 35 میلی تا این بتونه یک مقداری خطاها رو اصلاح بکنه دارین میزان وینیت رو توی افای مختلف میبینید که هرچی اف رو میبندم وینیت برطرف میشه این لز تقریبا توی اف 28 واقعا کیفیت خوبی داره من خیلی توی اف 28 باش ارتباط برقرار کردم توی باسترین افش خیلی خطاهای زیادی داره دارین تو مرکزش هم میبینید بیاین ببینیم این خطاهای رنگی رو میتونیم دستی تغییرش بدیم آیا جای تغییر دادنش وجود داره من اگر اینها رو زیاد بکنم میبینید اون حاله های صورتی و بنفش دوره در حقیقت ستاره ها داره کم میشه و داره خطا اسلام میشه به صورت دستی و منوال ولی زیادی هم نمیتونم اینو زیاد کنم چون که رنگ صحابی هم هز میشه به عنوان مثال الان اینجا توی مرکز تصویر من یه صحابی دارم یه صورتی اینجا میبینید. میبینید؟ وقتی که من این رو خیلی خیلی زیاد میبرمش بالا که اون خطاها رو در از بین ببرم رنگ ستاره ها و صحابی ها رو هم دارم از دست میدم نهایتش یکی دو شماره من میتونم این رو ببرم بالا که تو همون یکی دو شماره اصلاح کامل نمیشه و هنوز خطاها به طرز خیلی زیادی وجود دارم اینم که هکشان آن رومدست دارین اینجا این گوشه تصویر میبیندش خب این از این مقایسهش توی سه تا اف مختلف حالا گوشه هاشو بریدم گذاشتم کنار هم الان با هم دیگه میبینیمش اگر با این منو ها هم آشنا نیستین این بغل ما قبلا دو تا اپیزود راجع به ادیت های آسمان شب داشتیم هم با لایت روم هم با کامرا ریزر فتوشاپ رو براتون همینجا هم پایین تو دیسکریپشن میذارم حتما برید ببینید اگه براتون رو عجیب بود که ما چیکار کردیم توی یک عکسی هم من این ستا رو چیدم کنار هم این ستا رو ببینید که گوشه های تصویر رو توی سه اف مختلف یک و دو و 2.8 چیدمش کنار هم که با هم خطه ها رو ببینیم توی یک کنیم داریم میبینید ستاره ها تو گوشه تصویر چه شکل ها عجیب غریبی پیدا کردن تو دو خیلی بهتر شده تو 2.8 و واقعا کیفیت لنز خوبه و شما فرض بکنید این لنز قیمتش خیلی خیلی کمتر از لنز 16-35 تایپ 3 کنانه که افش از 28 شروع میشه این لنز این یکی لنز سامیانگ 35 میلیمتر درست افش از یک کنیم شروع میشه ولی وقتی یه دو استاب افش رو میبندم کیفیتش تقریبا نه دقیقا برابری میکنه با کنان 35 16 35 تایپ 3 با قیمت خیلی کمتر من واقعا دوست داشتم این سامیانگو حالا میریم جلوتر با هم بیشترم هم بررسیش میکنیم البته یه سری ضعفایی هم داره مثلا بدنه ضعیفی داره ارزم به حضورتون که اصلا روی لنزش هیچ کوتینی نداره یعنی منظورم اینه که از این آنتی فاگ و این چیزهایی که روی لنزهای جدید مقداری داره یه مقدار کار کردن باشون با راحت تره توی شرایط یه مقدار سخت این مشکلات برای لنز پیش میاد و اینها ولی کیفیت اپتیکیش به نسبت قیمتش لنزها رو همیشه باید نسبی بررسی بکنیم دیگه به حال باید ببینیم چقدر داریم بابتش هزینه میکنیم و با اون مقدار هزینه باید بسنجیم ببینیم چه کیفیتی داره به ما میده ما قبلا لنز سیگما آرت 35 میلیمتر و زایس پلنر 1 و چار رو هم با هم مقایسه کرده بودیم و بررسی کرده بودیم و هاش رو نشون داده بودیم اون دوتا رو هم اگر ندیدین لینکش رو براتون میذارم بریم ببینید این بررسی و مقایسه لنز ها با همه که کمکتون میکنه بهتر تصمیم بگیرین که برای اون منظوری که مد نظر شماست چه لنزی مناسبه به عنوان مثال به نظر من این لنز از پنجاه پلنر زایس با کیفیت بود از خطاهایی که من من به عنوان یک عکاس آسمان شب برام مهمه ولی با سیگما آرت تقریبا برابری میکرد کیفیتش میگم تقریبا یه کوچولی که جاهای سیگما آرت به نظرم بهتر بود ولی یادمون نره سیگما آرت 20 22 میلیون تومنه الان که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم تو تاریخ آبان 1400 چون قیمت ها تغییر میکنه تاریخ رو میگم که شما تو هر تاریخی دارین میبینید برین قیمت ها رو چک بکنید سیگما 20 تومن من تو سایت های فارسی دیدمش و سامیانگو 12 13 تومن دیدم پس تقریبا نصف سیگما آرت قیمت داره ولی کیفیتش با اون برابری میکنه منتها یادمون نره ما توی سیگما آرت اتوفوکوس داریم در که توی سامیانگ نداریم من توی اکاسی آسمان شب اتوفوکوس برام مهم نیست پس اصلا به این مسئله فکر نمیکنم چون من میذارم توی لایو ویو و دستی با روش مختلف روی ستاره یا سوژه زمینی فوکوس میکشم و اصلا اتوفوکوس یه لنزی داشته باشه یا نداشته باشه من برام نمیارزه به خاطر اتوفوکوس هزینه بکنم کیفیت اپتیکی برای من از هر چیزی توی عکاسی آسمان شب مهمتر ولی ممکنه توی عکاسی روز مثلا عکاسی از پرنده یا عکاسی از کودک سوژه های متحرک که خیلی سریع حرکت میکنن شما اصلا بدون اتوفوکوس نمیتونید واقعا اوتوفوکوس چیز مهمیه پس باید ببینید برای چه کاربردی لنز لنزو میخواید متناسب با کاربردتون ببینید اون لنز به چه دردی میخوره این لنز سامیانگ 35 رو من چهار دفعه کرایش کردم و هنوزم کارام باش تموم نشده یک بار طوفان نزاش یک بار مه نزاش یک بار دقیقا پای کوه بودیم داشتیم میرفتیم بالا که من این لنز رو تستش بکنم و تستایی که میخوام رو باش بگیرم که به من با من تماس گرفتن یکی از اقوامون فوت کرده بود برگشتم و بار چهارم هم همین سفر آخر اردکان و اغدا بود دوازده روز این لنز رو کرایه کردم دو شب تونستم ازش استفاده بکنم اون دو شب هم به خاطر زیاد چند ساعت بیشتر نتونستم باش کار کنم خلاصه که تلصف شده این لنز ها میخوام ببینید چه سختی هایی پشت تهیه این ویدیو بررسی این لنزه اینکه این لنز دیافراگمش در روی بادی روی خود یعنی لنز تغییر میکنه و در حین عکاسی من میتونم رینگ دیافراگمو بچرخونمش و دیاف تو طول عکاسی تغییرش بدم امکانه یک سری خلاقیت ها رو به من میده که من اونها رو توی این چند تا سفر این لنز رو کرایه کردم که تست بکنم که بعدا با شما به اشتراک بذارم تست کردم ولی هنوز عکس قابل قبولم رو نگرفتم و باید فکر کنم برای بار پنجم لنز رو من کرایه بکنم بریم سراغ شارپنسش رو یه مقدار با هم مقایسه بکنیم قبل از اینکه بریم سراغ شارپنس توی فیلم برداری هم رو ببینید به خاطر عمق میدان خیلی خیلی خوبی که میده البته این فیلم که داریم میبینید از سامیانگ 50 میلیمتره ما یه سفری رفتیم توی سفر نون تافتون پختیم و فیلمش هم براتون گذاشتیم اگر علاقه من دید وقتی سفر میکنید برای عکاسی یا به هر دلیل دیگه نون گرم و تازه دستپخت خودتون رو بخورید این ویدیو رو حتما ببینید و من اونجا پنجاه سامیانگو نبرده بودم با خودم به خاطر عمق میدان خیلی خوبی که میده فیلم برای فیلم برداری که من خیلی با ارتباط برقرار کردم واقعا الان نمونه هم اینجا دارین میبینید یا به خاطر دیافراگم خیلی خیلی بازی که داره من میتونم از باهاش توی حالا گرگومیش این فیلم رو توی گورگومیش گرفتم ببینید هم ستاره ها توی کارت مشخصه و هم نور گورگومیش افتاده روی کوه و کوه رو هم دارم میبینم در صورتی که اگه مثلا با F2.8 من این جزیات رو نمیبینم ولی با اف دو دوتا استاپ اف هم و من نور بیشتری دارم از محیط می‌گیرم توی تاریکی ماهایی که توی تاریکی کار میکنیم یک استاپ بازتر بودن اف هم کلی کلی برای ما میتونه مفید باشه و ما کار هیجان بتونیم با اون لنز انجام بدیم بریم یکی از خطاهای لنز یکی دیگه از خطاهای این لنز رو با هم مقایسه بکنیم و ببینیم چه جوری با بستن دیافراگم خطاها برطرف میشه من زوم میکنم روی این عکس من از قصد سوژه یعنی محمد رو فلو کردم که شما این خطاهای رنگی رو ببینید میبینید یک حاله صورتی دور محمد افتاده این توی بازترین اف این لنزه یعنی یکونی. کنی ولی وقتی که میبندم دو سه استاب دیافراگم ببینید اون خطا از بین میره همیشه توی اغلب لنزها همین جوریه وقتی دیافراگم که دو استاپ بسته میشه خطاها خیلی خیلی کمتر میشه ولی باید ببینیم آیا ما میخوایم افو ببندیم آیا ما تو تاریکی مطلق نیستیم وقتی تاریکی مطلقی باز بودن اف برامون خیلی مهمه بعد سبک سنگین کنیم ببینیم نور محیط برامون مهمتر یا کیفیت و اون موقع اف مورد نظرمون رو انتخاب بکنیم فقط خواستن این خطا رو هم ببینید که با بسته شدن دیافراگم چه تغییری کرد بیایم بریم شارپنسش رو هم مقایسه بکنیم من اومدم توی افای مختلف از یک تیکه خشت یه دیوار خشتی عکس گرفتم تا با هم شارپنس این رو توی افای مختلف بررسی بکنید یه نکته مهمی رو میخوام اینجا بگم با دقت به تصاویر نگاه بکنید من از اف یکونیم شروع میکنم به همین وسط به این خشت ها توجه بکنید دقت بکنید به شارپنسش اف دو از یکونیم شارپنسش بیشتره از دو هشت دو هشت از دو بیشتره داریم میبینید وسط تصویر این بالا هم اگر ببینید من نوشتم اف چنده اف چهار از دو شارپنسش بیشتره 5 و 6 از 4 بیشتره 8 از 5 و 6 بیشتره ولی 11 از 8 کمتره 16 از 11 کمتره و 22 از 16 کمتره خیلی جالب بود شارپنس تصویر با بستن دیافراغ و بالا بردن عدد دیافراغ شروع کرد افسایش پیدا کردن تا یک جایی از یک جایی به بعد شارپنس شروع کرد به کاهش پیدا کردن برای همینه که میگن لنس ها یک دیافراگم به بهینه ای دارن و توی اون دیافراگ بهترین کیفیت و شارپنس رو به شما میده این هم نکته جالبی بود که کاملا با این لنز مشخص و واضح بود و خواستم تستش رو با هم دیگه ببینیم حالا من به عنوان یک عکاس آسمان شب برای چی این لنز ها رو دارم امتحان و تست میکنم من دارم لنز هایی با فاصله کانونی های 24 تا 50 یعنی نه خیلی واید نه تله نورمال رو تقریبا با این فاصله کانونی ها توی افای پایین یعنی افای 28 2.4 دو, دو، و دارم کرایه میکنم از برندهای های مختلف و تستشون میکنم به خاطر اینکه من یک فاصله کانونی تقریبا واید نورمال رو به واید برام مناسب با اف اف خیلی خیلی باز من اف خیلی خیلی باز میخوام به خاطر یه همچین تایم لپس هایی که این سبک از تایم لپس های منو زیاد دیدین توی ویدیوهای قبلی تایم لپس هایی که تو تاریکی مطلق میگیریم ولی سوژه های زمینی کاملا بتونن یک عکت خیلی نرمالی داشته باشن و مشخص و واضح شما بتونید اونا رو ببینید در عین حال حرکت ستاره ها رو هم این بالا بتونید ببینید من با همین لنز سامیانگ 35 میلی متر این تایم لپس رو گرفتم فاصله های شات ها رو گذاشتم توی روی یک ثانیه و طول هر شات هم یک ثانیه است و توی یک ثانیه با اف کنی و ایزو البته خیلی بالا این جزئیات رو من دارم درسته به خاطر اینکه ایزو رو خیلی بردم بالا کیفیت عکس یک مقدار افت کرده ولی برای من اینجا خیلی جزئیات آسمون مهم نبود چون اصلا آسمون فکوس نیست اینجا من اینجا فکوسم روی اناراست و برام بیشتر این اکتی که دارن در حقیقت سوژه ها توی زمین انجام میدن مهمه نه حالا شارپنس و کیفیت ستاره ها و صحابی ها به خاطر همین این لنز با این تنظیمات برای منظور مهمه برای منظور به درد من میخوره و کار من را میندازه ولی اگر بخوام یک عکسی بگیرم مثلا جزیات راه شیری مشخص باشه قطعا من اپتیک با کیفیت تر میرم دنبالش ایزومو خیلی بالا نمیبرن و اصلا تنظیمات هم تغییر میکنه و متفاوت میشه فکر میکنم تا همینجا کافیه ما سامیانگ 35 میلیمتر رو با هم دیگه بررسیش کردیم توی روز و شب خطاهاش و شارپنسش رو با هم دیگه بررسی کردیم سعی کردیم با سیگما و زایسی که قبلا با هم بررسی کرده بودیم یه مقایسهش کنیم راجع به قیمت و وزنش هم صحبت کردیم اینا خلاصه موضوعاتی بود که توی این چند دقیقه با هم راجع به این لنز صحبت کردیم خیلی خوشحال شدم که تا اینجا ویدیو با ما بودی اگر نظری حرفی چیزی داشتین حتما این پایین بنویسید خیلی دوست دارم که با هم در گفتگو باشیم توی قسمت بعد ببینمتون تا